سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. به یکی از دیگر ویدیو من خوش آمده. لطفاً چانل ما را سابسکرایب کرده و لایک کنید و ویدیو را حتما با دوستانتان شیر کنید. دوستان عزیز، شما خبر شدین که شهر هرات مکمل به دست طالبان سقوط کرد و در این بین یک خبر دیگه که با ما آمد بسیار خبر متاثر کننده بود. اسماعیل خان بازداشت شد، در گرفت طالبان آمد و این خبر باور کنید که من سوشال میدیا اولتر از همه خودم دیدم، بسیار زیاد جگرخون شدم، بسیار زیاد متاثر شدم. یعنی گفتم شما خودتون فکر کنید ما سرش افتخار میکنیم، باور کو من خودم سرش افتخار میکنم. اینا میفهمم تمام مردم افغانستان سرش افتخار میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که این آدم اسماعیل خان میفهمید تقریبا 15 روز میشه همراه طالبان در شهر هرات جنگ میکنن، مقابله میکنن، بین کومک رسید، بین سلا رسید، بین مرمی رسید، خودش انتقاد کرد در صفحه فیسبوک، خودش انتقاد کرد در سوشال میدیا، خودش انتقاد کرد در تلویزیون بی بی سی، گفت به ما سلا و چیز نمیرسه که ما امروز مبارزه کنیم، نیروهای ما رو مثلا نمیکنن، مردم که به جنگ خیستن و سلا ندارن، مجبور شد که تسلیم شوند یا گرفتار شوند. آخر نه آخر پیش طالبان تسلیم شدن و ما سرش افتخار میکنیم که با اقل روزا که با طالبان جنگ کرد و این را ما میفهمیم که طالبان روز به روز در شرای افغانستان پیش آمده میره، اما آخر نه آخری روز هم خلاص شدنی است، طالبان شکست میخورن. شما این ویدیو کوتاه اسماعیل خان را سعی کنید که در موتر درباره طالبان چی میگوید. باید احساس خوب طولی همدیگر بتونن زندگی مناسب داشته باشند. اونهایی که پیلن مقاومت میکنه در بعض ولایت ها، به اونها چی پیامی دارین؟ شما آمدین با مجاهدین تسلیم شدین و برخورد خوب کردن، به اونها چی پیامی دارین؟ امیدواریم که هم برادرها بتونید در افغانستان یک فضای صلح را ایجاد کنید که این جنگ ختم شود و در افغانستان امنیت و ثبات بیاید. خب شما چی فکر میکنی، چی احساس میکنی و این لحظه را که پیلن شما هستین در فکر شما بودن؟ نه خیر، ما تا فعلا این دفتم حادثی صورت گرفته، من نمیتونم چیزی در این رابطه بگویم. خیر ببینیم، موفق باشیم. تشکر. شما ویدیو را خود دیدین. در اینجا اسماعیل خان از ترس مرمی، از ترس که نکشن، حتما تعریف طالبا را کرد. و یک گپ دیگر هم دوستان عزیز بر شما بزنم، خدا دین اسلام هم است. وقتی که دشمنتان گیرتان میگنه، اگر دشمنتان کفر هم باشه یا از کفر بدترتر هستن، کفر هم باشه، شما در پیش میدونید که از دینتان بگذارید، یعنی که از زبان در قلب مسلمان هستین که شما را از بین نبره. و گناه اسماعیل خان چی است؟ گناه اسماعیل خان هیچ نیست. باور کنید اقدر مقاومت کرد. ما خودمو ویدیوهاش میدیدیم در سوشال میدیا، چندین بار آمد از این دولت انتقاد کرد، گفت مهمات چیز نمیرسن، نیروهای کمکی نمیاد. اما دولتان شما دیدین یک باری میفهمید این بین گناه امریکا هم زیاد است. و یک پلیگر اصلی دوستان از یاد نره که اسماعیل خانه که در شهر هرات هم بسیار خائنای ملی ما داریم، در بسیاری ولسوالی‌های دیگه هم خائنای ملی ما داریم. مثلا غزنی را دیدین، شما دیدین که چطور والی دومگریخ چطور میرفت و طالبا خودش به استقبالش موترایش آمدن و تا کجا رساندن و طالبا ور پس در میدان وردک گرفتن، گرفتارش کردن. این رقم خائنای ملی ما داریم که ولایت ها یک دمی سقوط میخوره، یک دمی شورای ولایت ها سقوط میخوره به خاطر یک چند پا وطن هم مفروشن. این خائنا که از بین بره بهترین کار میشه. و اسماعیل خان کدام خائن نیست، کدام چی نیست، قهرمان است. در پیش ما میالم قهرمان است، باور که ما سرش افتخار میکنیم. میالم گیر آمده پیش ما شیر است، باور کنیم و طالبان ببینیم که بچم دیگه امروز چی میگن، خدا میفهمه. و دولت افغانستان و میفهمید که مقصر خود امریکا است. امریکا که دم قصالای که جنگ کرد افغانستان 24 سال میشه شکست قبول کرد. جو بایدن که نو ملای خود بار که شکست قبول کرد. حال افغانستان دگدمی باید در حالت اعلان نمیکرد. دگدمی تمام کشورها از افغانستان برابر. طالبان میفهمید یک دمی قدرت نداشتن، یک دمی از پاکستان چیزی که چوچو پوچو خود بود در افغانستان اعلانشون کرد، گفت برین بجنگین. حالا قدر زیاد شدن آمدن یک دمی ولایت‌ها ولسوالی‌ها و خائنای ملی هم در سقوط کلمه رد برد. اینمی رقم است که دوستان عزیز ما و شما باید به هموطنان خود، به نیروهای امنیتی خود تا بالا باید اعتماد داشته باشیم، باور داشته باشیم. انوزا هم افغانستان هست، انوزا هم رساله در صفحه فیسبوک خود کنشته میکنه، از مردم حمایت میکنه و انوزا ما شکست نخوردیم. باز میگیم به پدر طالب ناله، طالب همیشه نوکر پنجاب، نوکر پاکستان است. اگر با واقعیت طالب نوکر پاکستان نمیبود، بندایا و خراب نمیکرد، مکتبا رو در نمیداد، ولسوالیا رو مکتبایش جای مکانایی که از دولتی در نمیداد، نوکر پنجاب است، نوکر پاکستان است، کاملا بالای مردم افغانستان ظلم میکنن. یار باید ما میشه، یار باید سرکوب کنیم. ان شاء الله روز یا تمیشه تو نمیمونه، حتما نه، حتما یک روز ما میرسه که یار جواب دندان شکن ما بده مردم افغانستان ما. و اما قل دولت افغانستان هم تقاضا داریم، تقاضا نه باید حتما این کارا کنه. مثلا در یک ولایتی که ما میفهمیم که جنگ است، اون جنگ جریان داره، همون ولایت همانند سقوط کنن، نیروی کمکی روان کنن، مردم از سلا بتن که جنگ کنن، در مقابل طالب جنگ کنن و وار از بین ببرن نوکرای پنجاب. و اینم دمانه یک ولایت ولسوالی نظام بسیاری ولایت ها ولسوالی در افغانستان هست، مردم افغانستان میتونه کوار نگام کنن. و ان شاء الله پس ولایت ها هرات جای رو میگیریم، همیشه رقم نمیره. و خبر دیگه که ما دیدیم نیروهای آمریکایی هم شاید پد در افغانستان به او نیروهای آمریکایی که کار کرد که جو بایدن بار کنه یک شکست خود از افغانستان نشان داد، یعنی قرار سالم را افغانستان همکاری کرد، یک دمی شکست خود به مردم افغانستان برالا نشان داد که ما این رقم شکست خودم گریختیم. حالا پس مجبورم که بیاید این افغانستان جنگی است که جنگ پاکستان افغانستان است. و اینجا ما خوش ما میفهمیم که افغانستان بیش از 40 سال میشه افغانستان جنگ است. آفرین نیروهای امنیتی ما که نما قدران غیرت دارن که میرن جنگ میکنن با قدر امکانات کم. پاکستان صاحب بمب اتم است، قدر سلاح و چیزا داره که به رذیلای خود کمک میکنه. و خود عمران خان یک پسترین انسان است، او میگه چه کار ما نکردیم، جنگ ما نکردیم. رو تمام دنیا میفهمه که گناه پاکستان از سوشال میدیا دیدین که بالای پاکستان چیال شد. و دوستان عزیز دعا میکنیم که افغانستان ما یک صلح دایش به ما فکر نکنم صلح به خواهیم طالبان بین برن کلشان بردار شوند. و تشکر دوستان از اینکه ویدیو ما دیدین، لطفاً چانل ما سابسکرایب کرده و لایک کنید و ویدیو را حتما به دوستانتان شیر کنید. و زنده باد افغانستان. شایی که از بریتانیا به دست رسید و از ناتو بروکسل به دست رسیده ساعت 12 بجه روز به وقت کالیفرنیا که ساعت 11:30 بجه شب کابل میشه و در اروپا هم 4 ساعت تفاوت داره. قماندان عمومی ناتو با قماندان بریتانیا و قماندان سنکام امریکا که در قطر پایگاهشان هست، اینا به توافق رسیدند که باید از نیروهای نظامی بریتانیا و امریکا هر چیز زودتر بر افغانستان در کابل اعزام شوند تا که از منافع ملی و بین‌المللی و از دستاوردهای 20 سال گذشته حفاظت بکنن. گزارش هایی که از بخش وزارت دفاع آلمان به دست رسیده نشان میده که نیروهای آلمانی که سالها با افغانستان بودن و خدمت کردن، اونا هم با یک نامه به دولت آلمان درخواست دادن که باید از نیروهای آلمانی دوباره به زون شمال اعزام شود که دفاع از قندوز و بدخشان و مزار و تخار و زوجان بکنند.